عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و سلامت باشید. یکی دیگه از داستانهای روباه و خروس رو با هم دیگه شروع میکنیم. بریم ببینیم اهالی مزرعه دارن چی کار میکنن. خب ظاهرن در حال کتاب خوندن هستن. چه کار خوبی. بله با خدای شجاع با کشتی خودش دریاها رو در می روردید و هیچ باری جلو دارش نبود. آفتاب، توفا، دزدای دریایی، هیچ کدوم. تا خدای شجاع به دنبال گنج افسانه ای بود. بچه ها من ناخدای شجاع هستم. قبوله؟ بابا من می خواستم ناخدای شجاع باشم. قبول نیست. اگه تو ناخدای شجاع باشی پس کی ملوان کشتی مروارید دریا باشه؟ کی جاشو باشه؟ ها؟ راست میگه ها. پس من ملوان هستم. هاپ تارم جاشو کشتی میشی. نخیر من جاشو هستم تو ملوان. نخیر من جاشو هستم تو ملوان. نخیر نخیر من جاشو هستم تو ملوان هستی. نخیر من جاشو هستم. شما هر دوتون که دارین یه چیزو میگین که ما دیوونه شدیم از دستتون. آقا جون اصلا شما بگو کی به کیه تو این کشتی. خب دی ملوان، هاپ هم جاشو. اینجوری دیگه منصفانه شد. پادبانه رو بکشید. کشتی با تمام قوا به پیش. ای پس بچی ها؟ تو هم آشپزی دیگه، آشپز ارشد کشتی. نه قبول نیست، قبول نیست. خیر من آشپز نیستم، قبول نیست. من همیشه دوست داشتم یه هنرمند باشم، یه هنرمند نقاش. هنرمند وسط دریا به چه دردی میخوره قربونت برم؟ وقتی همه تو کشتی گرسنه باشن، مخصوصا ناخدای کشتی، آخه گرسنه نمیشه رفت دنبال نقشه جنگ. نه من نمیتونم احساسات هنری با وسط دریا فراموش کنم. نمیشه، نمیتونم. بابا جون تو یه آشپز هنرمند هستی دیگه. بازی شد یه چیزی قبوله. بله ناخود آقای شجاع به همراه افرادش دریا پشت دریا رو در می رورده. اون از هفت دریا می زنه تا می رسی به لای هفت دریا. کنارو ببینم هیولای بدقواره داره میریم به جزیره گنج. هیچ کس هم نمیتونه جلوی ما رو بگیره، فهمیدی؟ جزیره گنج. آنها به سرعت پیش می رفتن چون در کنار ناخدای شجاع دوستانش هیپو هاپ و هنرمند آشپز بابوی عزیزم حضور داشتن. خشکی خشکی یه خشکی می بینم. خودش جزیره گنجه. وقتی ناخدایی مثل من این کشتی رو فرماندهی بکنه نتیجهش میشه طلا و گنج. ناخدا من کمک کردیم. من آشپزی کردم تو اون آشپزخونه کثیف. تمام ظرفای غذاتون رو شستم، یادتون رفته؟ بله همه اینایی که میگین رو میدونم، ولی اگه شما هم نبودین با یه عده ملوان دیگه این کار رو انجام میدادیم. مهم ناخدای کشتیه.
یعنی اصلا با مهم نیستی؟ ساکت! رو حرف من حرف نزن! رو حرف ناخونا حرف نباشه! زود باشی بری سر کارتون و اینا محاکمه دریایی میشین و همتون رو میندازم تو دریا. دیگه برید آماده بشین، 100 متر دیگه لنگر رو میندازیم و وای میشیم. ببینم پس من چی؟ من کجای این داستانم؟ ها؟ بچه گربه بی عقل، چرا وسط داستان پریدی توی قصه؟ هان ما الان داشتیم میرسیدیم به جزیره گنج، تو از اول قصه تو داستان نبودی، وایسا تا قصه بعدی دیگه. نه خیرم، منم باید باشم. نه خیر، هرچی ناخدا بگه همونه. روشن شد یا نه؟ اگه دخترمون تو داستان نباشه ما هم یه قدم دیگه جلو نمیایم. بله فهمیدی؟ بله راست میگه. یعنی چی از فرمان من سرپیچی میکنین؟ مثل اینکه شما متوجه نیستین من ناخدام، هر دوتون اخراجی. بله ما میریم ببینیم بتونه ما میخوای چی کار کنی آقای ناخدای بلابی. خوش اومدین. برم کارای کشتی رو خودم همشون رو انجام بدم. وای چقدر بلند این بادبانا. وای بابو یه لیوان آب برام بیار، تشنمه. خدا خودت برو بردن اگر نگفتی با مهم نیستی. همه تو رو باید دادگاه نظامی بکنم، خیانتکار را. اینجا هم که آب یه قطره هم نداریم، دارم از تشنگی میمیرم. آب تموم شده، حتی یه قطره هم نداریم، تازه آذوقه نداریم، یعنی از غذا هم خبری نیست. وا یعنی چی؟ ما که آذوقه غذامون پر پر بود، همه چی داشتیم، یعنی چی شده؟ پیپا همه رو با خودشو بردن، دیگه هیچی نداریم. میدونی چی را خدا، تو کشتیت شوره شده. خب قبوله، من تسلیمم، پونم تو داستان باشه. هیپو ها برگردید تو کشتی، شما بردی. قربونت برم. وای پس دخترمون کوش، پس دخترمون کوش کجاست؟ ببینم شقاقا تو به ما کلک زدی، دخترمون کو؟ نه خیر، دخترتون رو سمنوی بدجنس اون دوست دریایی معروف دزدیده و به اسارت گرفته. کی جرأت کرده بچه ما رو به اسارت بگیره؟ حسابشو میرسیم. ای نه خدای علکی، زود باش بگو ببینیم دخترمون کوش کجاست. ببینین فعلا دخترتون تو دریاهای دوره، بیاین بریم فعلا جزیره گنج، بعدش میریم اونجا نجاتش میدیم دیگه. چی کار کنیم دادا؟ تو نظرت چیه؟ به نظر من که نباید بریم جزیره گنج. میریم به دنبال سمنوی دوست دریایی. بادبانا رو بکشیم. آهای خدمه نافرمان، داری کجا میری؟ باید بریم دنبال جزیره گنج. ببینم مثل این که ناخدا حواست نیست، بچه‌مون رو گروگان گرفتن، داریم میریم دنبال جگرگوشمون. ای بابا، ولی آخه گنج چی؟ حداقل میرفتیم چند تا سکه‌شو بر میداشتیم، بعد میرفتیم دنبال جگرگوشتون. نه خیرم، جای وقت تلف کردن نیستش. بابا اینطوری نمیشه که، ما اول بعد میرفتیم جزیره گنج، ساحلش هم که رسیده بودیم. خب میرفتیم گنجو بر میداشتیم، بعدش به سمت نجات گربه میرفتیم دیگه. نه خیر، سمنو خیلی دزد دریایی بد ذاتیه، باید بچه‌مون رو هر چه زودتر از دستش پس بگیریم. تو هم داری خیلی ناخدای بی کفایتی میشی ها، یه کاری نکن که شوبرش کنیم تو این کشتی. بابو، بابا تو یه چیزی به اینا بگو، به خاطر جون گربه‌شون دارن تمام برنامه‌ریزی این سفر دریایی رو به هم می‌ریزن. بعد چی بگم راه خدا، با حریف عشق پدری این دوتا نمیشم. شما مگه از جونت سیر نشدی؟ حرفشون رو گوش بده والا کل کشید به هم می‌ریزه نا خدا. حالا بگو ببینم تو داری اینجا چی کار می‌کنی؟ انقدر گرفتی خون سرد نشستی؟ دارم سعی می‌کنم انقدر از روی نقشه گنج بکشم و کپی کنم که کل نقشه‌شو حفظ شم. بابا جون شمال و جنوب رو برعکس کشیدی که. بفرما حالا درست شد. وای که چه خدمه عجق و وجقی رو دور خودم جمع کردم. ناسلامتی با اینا میخواستم برم سراغ نقشه گنج، با اینا تا سر کوچه هم نمیشه رفت. اونا مجبور شدن که دوباره تمام اون هفت دریا رو برگردن و به سمت دزد دریایی سمنو برن، تا این که رسیدن به کشتی دزدان دریایی. اونا هشش، دارم میبینمش.
کمک کنید. آهای سمنوی دزد دریایی جنایتکار، زود باش دخترمونو آزاد کن. آهای تبهکار، چجوری جرأت کردی دخترمونو به گروگان بگیری؟ جلوتر نیاییم بله همین الان دختریتونو میدازم تو دریا تا خوراک کوسه ها بشه. باب منو رو بکشی. چی گفتی تو؟ اون وقت بدون که خودت هم خوراک کوسه های گرسنه میشی. حرف دهنتو بفهم دزد دریایی. آی حواستون باشه که بی خودی کار احمقانه ای نکنین و الا مجبور میشم که از این کوچولو استفاده کنم. باب منو رو بکشید. سرمه تو چرا با سمانه ی دزد دریایی هم دست شدی؟ آخه چرا به دوستات خیانت کردی؟ خجالت نمیکشی؟ بابا گفتم که باب منو رو بکشید. چرا هی الکی میگی باید منو رو بکشین؟ اعصابم خرد شد. پونه رو فقط با نقشه گنج عوض میکنم. چی؟ پونه در مقابل نقشه گنج امکان نداره. فراموش کن، پونه مال خودتون، نقشه گنج هم مال ما. ما بر میگردیم. پس اینطوریه؟ پس دیگه با پونه جونتون خداحافظی کنید. کمک! بابا جون من از دست این دوست دریایی میرم نجات بدید. پونه تو همش درد سری. تو نبودی داشتیم الان راهمونه میرفتیم ها. گنج رو پیدا کرده بودیم و پولدار شده بودیم. ای بخوش که شانس. خدا زود باش ببینم اون نقشه گنج رو بده. دیگه مگه نمیبینی چه وضعی شده؟ ما بدون دخترمون هیچ جا نمیریم. زود باش نقشه رو رد کن بیاد. جون دخترمون در خطره. شوخی میکنید؟ یعنی شما اون همه پولو به بچه تو ترجیح نمیدین؟ نمیخوایم پولدار بشین؟ بابا صحبت کلی پوله. معلومه ناخدای قلابی که ما یه دنیا گنج رو با دخترمون عوض نمیکنیم. زود باش ناخدا وگرنه خودمون به زور ازت میگیریم اون نقشه گنج رو. آخه کلی راه اومدیم تا رسیدیم به این قسمت دریا. کلی زحمت کشیدیم. نمیتونیم که این نقشه رو دو دستی بهش تقدیم کنیم که. مگه اینکه از روی من رد بشین؟ من نمیذارم. نمیخواد از روی شقاقل رد بشین. بفرمایید اینم نقشه، بگیرینش. دست درد نکنه بابو جون که نقشه رو به ما دادی و به این ناخدای تبهکار این نقشه رو نداد. خواهش میکنم، قابلی نداشت. آخه چرا به من خیانت کردی؟ من که ناخدای شما بودم. چرا؟ ببین ناخدا شقاقل، برای ما دوستی بالاترین ارزشا رو داره و از هر گنجی هم بالاتره. شما خیلی خروس بی‌رحمی هستی که حاضر شدی نقشه رو ندی به سمنو. حالا زود باشین اون نقشه رو بیسم که من پرتاب کنین تا من دخترتون رو بهتون پرتاب کنم. حالا دختریتون رو دیگه میتونین پس بگیرین. نقشه رو گرفتم. بابا جون دلم برای تنگ شده بود. کجا رفته بودی بابا جون؟ آخه چی شد که گوله این روباه دزد دریایی رو خوردی دخترم؟ دزد دریایی بچه از گولم زد، گفت منو میخواد ببره پیش شما. اون بهم دروغ گفت و منم حرفشو باور کردم. خوب جوری انداختم اتون تو دردی سر. حالا اینو داشته باشه. تیرت که خطا رفت. امیدوارم اون پولام تو گلوت گیر کنه و خفه بشی. مگه دستمون بهت نرسه دزد دریایی تبهکار؟ ترسو، پس چرا داری فرار میکنی ها؟ پیش به سوی جزیره گنج، بعدن میبینم اتون. بسیار است، دوباره میبینیم هم دیگرو. اینم از حال روز ما. ببین سرنوشت ما چی شد. ناخدا شما از اینکه پونه برگشته خوشحال نیستی؟ خیلی خوب بابا، منم خوشحالم، ولی خب خیلی زحمت برای این جزیره گنج کشیده بودی. ناخدا برات خبر خیلی خوب دارم. اون نقشه ای که دادمش به سمن قلابی بود الکی بود. نقشه قلابی دادی بهش؟ اون نقشه واقعی نبود؟ نه، یه نقشه قلابی دادم بهش. پس چرا سمنو نفهمید؟ خب کار هنری من مولا درسش نمیره. من مخصوص اون روز یه نقشه قلابی درست کرده بودم. باورم نمیشه. یعنی چجوری این فکر بکر به ذهنت خطور کرده بود؟ خب دیگه وای نمیدیه. آفرین بابو جون، واقعا که خیلی کار درست. دیدی ناخدا، خوب شد که فقط آشپز نبودم. خیلی مهمه که توی کار جمعی ما هیچ وقت اتحادمون از دست ندیم. هیچ کاری تکی انجام نمیشه ناخدا جون. شما هم لطفا دیگه هیچ وقت اینقدر به خودتون مغرور نشید. راست میگی بابو، ما باید همیشه اتحاد خودمون از دست ن...
ندیم و تو هر شرایط سختی به همدیگه کمک بکنیم. حالا هم باید کمک کنیم تا بادبان ها رو بکشیم. اطاعت خدا با کمک هم بادبان ها رو میکشیم. بله چرا که نه، با کمک هم بادبان ها رو میکشیم. خیلی هم همتون رو دوست دارم بچه ها. پیش به سوی جزیره گنج. خدای شجاع بابوی هنرمند و نقشه خان و آشپز و هیپوهاپ ملوان و دخترشون پونه به جزیره گنج رسیدن و همه خوشبخت شدن و حسابی پولدار شدن و گنج رو بین خودشون تقسیم کردن. بله بچه های عزیز، گنج واقعی دوستی و یک رنگی بین اونا بود که با کمک اون تونستن به همه مشکلات پیروز بشن. تایی داشتن دیگه، خدا نگهدار. بس این جزیره لعنتی کو، ما که همش داریم دور خودمون میچرخیم. پس کجا هست این جزیره لعنتی؟ مگه دستم بهتون نرسه کوله بدنه نقشه گلابی به من میدین؟ اه؟ اه؟ اه؟